حزب حاکم فرانسه به رهبری امانوئل مکرون رئیس جمهور پس از انتشار عکس یک نامزد مسلمان با روسری وی را از شرکت از رقابت انتخاباتی منع کرد حزب حاکم جمهوری به پیش اعلام کرد که خط حزب این است که در فرانسه سکولار جایی برای نمایش آشکار نمادهای دینی در تبلیغات مبارزات انتخاباتی وجود ندارد استانیلاس گوهرینی دبیر کل حزب با اشاره به پوشش هجاب سارا زمهی به رادیو RTL گفت این زن کاندیدای حزب ما نخواهد بود در پوستر تبلیغاتی زمهی در حالی دیده می شود که با روسری سفید و در کنار سه نفر دیگر ایستاده است روی این پوستر نوشته شده متفاوت اما متحد برای شما قوانین فرانسه استفاده از هجاب یا سایر نمادهای دینی را در تصاویری که در آگهی های تبلیغاتی انتخابی استفاده می شود من نمی کند. ریمسال آلوان محقق فرانسوی در دانشگاه تولوز به الجزیره گفت فرانسه هنوز از پذیرفتن این واقعیت امتنا می برزد که اولا اسلام بخشی از چشمانداز فرانسه است و ثانیاً مسلمانان فرانسه بخشی از بافت این کشور هستند که در اینجا ماندنی بوده و در سیاست فرانسه مشارکت مدنی دارند به ادامه داد متاسفانه در فرانسه اراده سیاسی برای پاک کردن اسلام از صحنه عمومی وجود دارد و این مغایر روح قانون سکولاریسم سال 1950 است آلوان زنان مسلمان را اولین گروهی دانست که به بها... که بهای این سیاست ها را می پردازند